سر خط خبرها. دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خانواده بعضی از قربانیان ناآرامی‌های اخیر. علی شمخانی میگوید اکثر جانباختگان استان تهران در هیچ تجمعی نبودند. انتخابات سراسری در بریتانیا، تکلیف 650 کرسی مجلس عوام امروز مشخص می‌شود. درخواسته یک نهاد ناظر از کمیسیون انتخابات افغانستان، فیفا خواهان بررسی ویژه 300 هزار رأی بحث برانگیز شد. و اختراع وسیله‌ای برای مکالمه با ناشنوایان، دستکشی که زبان اشاره را به صدا تبدیل می‌کند. سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاده نوبخت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دیدن خانواده‌های بعضی از کسانی رفته که در جریان اعتراض‌های آبان ماه کشته شدند. علی شمخانی گفته که اکثر کشته شدگان در شهرستان‌های تهران در اعتراضات حضور نداشتند و به صورت مشکوک به قتل رسیدند. این در حالی است که گزارش‌های غیر دولتی و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان در مناطق مختلف ایران حکایت دارد. نزدیک به یک ماه از شروع اعتراضات می‌گذرد، ولی منابع رسمی هنوز نگفتند که چند نفر کشته شدند. گزارشی ببینیم از فرین عاصمی با این هشدار که تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان آزاردهنده باشد. خدا رحمت کنه. دیدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با خانواده برخی از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در غرب استان تهران. بعد از عناصر بیگانه موج‌سوار، این تصاویر دیدار او با خانواده امیررضا عبداللهی است در شهریار. نوجوان 13 ساله‌ای که گفته شده روز شنبه 25 آبان در اسلامشهر با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. حالا نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای دلجویی از خانواده او و عده دیگری از قربانیان به خانه های آنها رفته. هنوز همه کشته شدگان شناسایی نشدند، اما هویت دست کم 18 نوجوان 12 تا 18 ساله که در روزهای پایانی آبان ماه کشته شدند مشخص شده. اصلا تو مسیر اعتراضات نبوده، از خیابون دیگه این اومده. آقای شمخانی گفته 85% کشته شدگان در استان تهران در هیچ یک از اعتراضها حضور نداشتند و به گفته او به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شدند. او همچنین گفته بعضی از به گفته او عناصر بیگانه و موج سوار از اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردند و به تعبیر او پروژه کشته سازی راه انداختند. پیش از این آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به علی شمخانی دستور داده بود شهروندانی که هیچ نقشی در اعتراض ها نداشته و در میانه درگیری ها جان باختند در حکم شهید محسوب شوند و خانواده آنها دیه دریافت کنند. تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. از زمان آغاز اعتراض ها در ایران ویدیوهای زیادی از شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی به سمت معترضان در شهرهای مختلف منتشر شده، مثل این تصویر در گرگان. اما هنوز آمار رسمی درباره تعداد کشته شده ها اعلام نشده. بعضی از خانواده های آنها گفتند برای اینکه هزینه ای برای تحویل گرفتن اجساد نپردازند، از پزشکی قانونی خواستند علت مرگ در اسناد رسمی را بیماری عنوان کنند. به بعضی هم گفتند که مراسم خاکسپاری فرزندانشان را مخفیانه و بدون حضور عموم برگزار کنند. آقای شمخانی گفته آمار دقیق وجود دارد، اما از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق درباره چرایی و چگونگی کشته شدن آنها بوده تا حالا اعلام نشده. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران هم وعده داده که عده دقیق کشته شدگان به تفکیک استانها به زودی منتشر شود. پیشتر سازمان عفو بین الملل گفته بود که توانسته کشته شدن دست کم 208 نفر از معترضان را تایید کند. هرچند به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر عده واقعی کشته شدگان احتمالاً بیشتر از این است. فرین عاصمی، بی بی سی. آیدا قجر، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم قجر، اگر میشه برام توضیح بدین که آیا این اقدام آقای شمخانی که خواستن دلجویی بکنن از خانواده ها، فکر میکنین آیا این اقدام بشه باعث آرامش خانواده ها بتونه بشه؟
کاری که آقای شمخانی دارن میکنن قبلا در نمونه های قبلی در سال های قبل هم اتفاق افتاده بوده. بعد از اینکه معترضان در خیابون ها کشته میشدن، افراد مختلف از نهادهای حکومتی میرفتن پیش خانواده ها تا از اونها به عنوان دلجویی دیدار کنن و باشون صحبت بکنن. در همین فیلمی که پخش شد برای امیر رضا عبداللهی که پدرش کارگر گشتکار ساختمون هستش و برای تحویل جنازه بچهشون 3 روز زمان برده بود تا بتونن تحویل بگیرن، از اونها تعهد گرفته شده بود که سکوت کنن. در همین فیلم کنار آقای شمخانی خانم لیلا واسقی حضور داره، فرماندار شهر قدس، که ایشون در ویدیویی که منتشر شده بود رسما با سری بالا با افتخار صحبت کرد و گفت شخصا دستور داده که اگر کسی نزدیک شد با تیر بزننشون. حکم تیر وجود داشته و الان این افراد رفتن اونجا به اسم دلجویی و یک حرکتی که به نظر من جدای از این که نمایشی باشه که در سالهای پیش هم بوده، یک مسئله نکته دیگه ای هم داره و اونم اتفاقا تهدید بیشتر به سکوته. من یه مثال میخوام بزنم. شخصا با خانواده محمد داستانخواه صحبت کردم، کودک 15 ساله‌ای که از مدرسه میرفته خونه و مدیر مدرسه در تماسی که خانواده قبل از اینکه بفهمند بچه‌شون کشته شده بوده با مدرسه داشتن، مدیر مدرسه تایید کرده و گفته که من شخصا بچه رو فرستادم مدرسه، تعطیل شده و ما محمد رو دیدیم که رفته خونه. پدر بابای مدرسه یا سرایدار مدرسه به خانواده گفته که من بهش ساندویچ فروختم و دیدم که امروز اونجا بوده. همون شب وقتی اینا متوجه میشن تو بیمارستان پیگیری میکنن و متوجه میشن که بچه‌شون کشته شده، مدیر مدرسه باهاشون تماس میگیره و میگه که نه اصلا محمد مدرسه نیومده. اینا میگن دوربین بوده، پس ما فیلم‌ها رو نشون بدیم. میگن دوربینا رو نهادهای امنیتی برده. من به عنوان یه روزنامه‌نگار، شما به عنوان یک مدیای جریان اصلی، ما که دنبال مستندسازی کشته شده‌ها هستیم، حتی بازداشتی‌ها، حتی کسایی که زخمی شدن، با این مسئله امسال شاید بیشتر سال‌های قبل مواجه هستیم که خانواده‌ها چطور ترسانده شدن و به اونها مورد تهدید قرار گرفتن که سکوت کنن. به نظر من اقدام آقای شمخانی یا اقدام عوامل دیگه حکومت جمهوری اسلامی برای بازدید از خانواده ها، اگرچه یک تبلیغات میتونه باشه برای جامعه مخاطب خودشون، اما یک مسئله نکته دیگه که داره اینه که تهدید دیگه ایه، برای اینکه در خونه های اونها حاضر میشن، در با اونها ارتباط میگیرن، بهشون وعده دیگه میدن، بهشون میگن ما اونها رو شهید اعلام میکنیم و میگن که اونها در اعتراضات نبودن، اما به سکوت بیشتر اونها در واقع میخوان دامن بزنن. اگر میشه خیلی کوتاه بهمون بگین، آقای شمخانی هم گفتن که 85% تو تجمع نبودن، شما هم مثال زدین، فکر میکنین که آیا اقدامی بشه برای دادخواهی و مشخص بشه چه کسانی عاملان این کشتار بودن؟ خیلی کوتاه لطفا. تا الان که هیچ سابقه جمهوری اسلامی نشون نداده که بخواد عاملان رو مشخص بکنه. ممکنه چندین نفر رو بیارن بذارن به عنوان افرادی که بگن خودسر بودن و این اقدام رو انجام دادن، اما کاری که میشه کرد اینه که اگر که مستندسازی بیشتر بشه، سکوت‌ها شکسته بشه و بتونیم حداقل ما که خارج از کشور داریم این مسائل رو پیگیری می‌کنیم و با نهادهای حقوق بشری در ارتباط هستیم، بتونیم مستندات بیشتری داشته باشیم، آمار بیشتری داشته باشیم، اون وقت می‌تونیم فشار بین‌المللی بیشتری ایجاد کنیم. ممنونم از شما. آیدا قجر، روزنامه‌نگار از پاریس با من. سوئیس تلاش می‌کند برای صدور مواد غذایی و دارویی به ایران یک کانال ملی باز کند. پاسکال بریسفیل، وزیر خارجه سوئیس، و ادوارد مکمالن، سفیر آمریکا در سوئیس، به خبرگزاری رویترز گفتند که امیدوارند این کانال طی ماه‌های آینده فعال شود. آمریکا می‌گوید غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه دیگر از تحریم‌ها معاف هستند. وزیر خارجه سوئیس با اشاره به نقش این کشور در مبادله اخیر دو زندانی میان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرده که کانال مالی هم هر چه زودتر فعال شود. It's really to be able to provide food and health goods to the Iranian people. هدف ما واقعا اینه که غذا و کالاهای درمانی به مردم ایران برسونیم. برای همین داریم خیلی تلاش می‌کنیم که اون مسیر مبادلات بشردوستانه رو ایجاد کنیم. آمریکا اخیراً شرایطی اعلام کرده. ما در این زمینه حدود 1 سال کار کرده بودیم. خیلی خوشحالیم که تبادل زندانی بین ایران و آمریکا ممکن شد. در نهایت موفقیت راه اندازی این کانال بشردوستانه به شرکت‌ها و بانک‌های بستگی داره که می‌خوان در اون شرکت کنن. در این زمینه اخیراً پیشرفت داشته‌ایم. پاسکال برسفیل بود، وزیر خارجه سوئیس. کارزار انتخاباتی بریتانیا به پایان رسید و رای دهندگان در سراسر این کشور در حال رای دادن هستند. این سومین انتخابات سراسری بریتانیا در 5 سال گذشته است. انتظار می رود که نتایج انتخابات پارلمان در طول شب روشن شود. گزارشی ببینیم در این باره.
the festive season in Britain. در بریتانیا ایام جشن است و درخت‌ها و چراغانی کریسمس همه جا دیده می‌شود. اما امسال سر و کله صندوق‌های رای هم پیدا شده. رأی‌گیری انتخابات سراسری که به 5 هفته کارزار انتخاباتی، مناظره و بحث سیاستمداران پایان می‌دهد. حالا نوبت مردم است. یعنی 46 میلیون نفری که برای رأی دادن ثبت نام کردند. برگزاری انتخابات سراسری در این فصل از سال در بریتانیا معمول نیست. آخرین باری که انتخابات در دسامبر برگزار شد 96 سال پیش بود. تصمیم به برگزاری انتخابات امسال وقتی اتخاذ شد که پارلمان از توافق بر سر گام بعدی خروج از اتحادیه اروپا عاجز ماند. رأی‌گیری تا ساعت 10 شب به وقت محلی ادامه دارد و شمارش آرا در طول شب انجام می شود. تریور مسئولیت برگزاری انتخابات در 3 حوزه را بر عهده دارد. برگزاری انتخابات کار سنگینیه. ما بیش از 200 صندوق رأی خواهیم داشت و 500 نفر در آنها مشغول کار خواهند بود. در طول شب هم دست کم 230 نفر کار شمارش رأی ها را انجام خواهند داد. پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و اگر حزبی بیش از نیمی از کرسی ها را تصاحب کند، ملکه از رهبر آن حزب دعوت خواهد کرد که دولت را تشکیل دهد. اما اگر هیچ کدام از احزاب نتوانند به بیش از نیمی از کرسی ها برسند، احزاب برای تشکیل ائتلاف وارد مذاکره خواهند شد. فعلا اینجا در وست‌مینستر همه چیز آرام است، اما به زودی معلوم خواهد شد چه کسی کلید اقامتگاه رسمی نخست وزیر در خانه معروف شماره 10 خیابان داونینگ را تحویل می‌گیرد. این انتخابات بی تردید مسیر بریتانیا را برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد. همکارم سیاوش اردلان از مرکز لندن با ماست. سیاوش، از حال هوای انتخابات اونجا که هستی برامون بگو. پریزا، در یک روز سرد بارانی دلگیر خاکستری اینجا مقابل آب‌های متلاطم رودخانه تیمز ایستادم. اون سوش پارلمان بریتانیا و کمی اونورتر دفتر نخست وزیری قرار داره، دو مرکز مهم سیاسی و تصمیم گیری که امروز داره تکلیفش معلوم میشه. در یک انتخاباتی که مثل هر انتخابات متعارف دیگه شاهد تبدیل شدن کتابخونه های عمومی، مدارس، ساختمان شوراها به حوزه های رأی‌گیری میشه، با این تفاوت که این انتخابات بعد از 93 سال در ایام کریسمس برگزار میشه با یک حال و هوای تمام عیار کریسمسی، درخت های کاج، چراغانی ها، نیایش های کلیسایی و اون گوزن‌هایی که با درشکه هوایی خودشون پاپا نوئل رو میارن و پاپا نوئل امروز یک هدیه زودرسی رو به برنده خوش‌شانسی خواهد داد که به نیابت از اکثریت 46 میلیون واجد شرایط رأی‌دهی کلید دفتر نخست وزیری رو به او اهدا خواهد کرد. حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 10 امشب یعنی 1:30 صبح به وقت ایران بسته میشن و رسانه‌ها که الان محدودیت‌های زیادی رو در پوشش انتخابات امروز دارن میتونن مثل یک تیم گرسنه فوتبال با ولع شمارش تدریجی نتایج آرا رو پایش بکنن تا فردا صبح به این قطعیت برسن که چه کسی برنده شده و بعد از اون این شیفت شب رسانه‌ها جای خودشون رو به یک تیم جدید رسانه‌ای خواهد داد که در طی روز میتونن از طریق مصاحبه‌ها و تحلیل‌ها و گمانزنی‌ها ببینند که برنده این انتخابات چجوری میتونه بعد از 3 سال پرفراز و نشیب سیاسی مردم این کشور رو به سمت اون آرمان شهری ببره که بهشون وعده داده. یه جوری تعریف کرده آدم دارش میخواد تو این فضای هوای سرد پیش تو باشه اونجا تو فضای کریسمسی، ولی میدونم که خیلی سرده، حسابی خودتو بپوشون. توی تر باز هم با سیاوش خواهیم بود در طول برنامه های بعدی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خانواده بعضی از کشته شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر دیدار کرد. رأی‌گیری برای تعیین تکلیف 650 کرسی مجلس عوام بریتانیا در جریان است. در ادامه جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک نهاد ناظر انتخاباتی پیشنهاد کرده که تمام آرای مورد مناقشه این انتخابات به صورت ویژه بررسی شود. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا همچنین گفته که کمیسیون انتخابات باید روند اعتباردهی و ابطال آرای مشکوک را متوقف کند.
محمد زبر حبیبزاده، سخنگوی تیفا، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از کابل با ماست. آقای حبیبزاده، لطفاً بگید که شما فکر میکنید که چقدر این راهکار پیشنهادی فیفا میتونه راه حل بحران انتخابات باشه؟ درود خدمت شما و تمامی بیننده ها. پیش از این ما برای شکست بنبست انتخابات افغانستان پیشنهاد برای کمیسیون انتخابات دادیم، مبنی بر اینکه اینا یک جلسه را برگزار بکنند در اشتراک با سازمان ملل، سفارت آمریکا و نهادهای ناظر ملی بین المللی تا بتونن یک رای حل پیدا بکنن برازی. در حال حاضر هم این پیشنهاد میتونه منطقی باشه برای که این بنبست بشکنه و نتیجه انتخابات افغانستان اعلام شوه. بله، کمیسیون انتخابات البته گفته که نتایج ابتدایی رو بدون در نظر گرفتن آرای اون هفت ولایتی که قرار آراشون بازشماری بشن اعلام میکنه. آیا این موضوع فکر میکنید باعث جنجال‌های انتخاباتی بیشتر نمیشه؟ بدون شک از لحاظ قانون انتخابات وقتی ما مراجعه بکنیم، بند 19 ماده 4 قانون انتخابات میگه که آرای ابتدایی زمان اعلان میشه که از 34 ولایت افغانستان امو ارقام گردآوری شود و در مرکز ملی جمع‌بندی آورده شود. پیش از او اعلام ازی میتونه یک نوع جنجال تازه را بر انتخابات ایجاد بکنه، مبنی بر اینکه در نتایج پایانی آنچه را که اینا شریک خواهد ساختن ممکن یک تغییرات فاحش در نتایج پایانی داشته باشه و قابل قبول برای تیکت‌های انتخاباتی نباشه که یا میتونه یک نوع انحراف را در پروسه بیشتر بسازه. آقای حبیب‌زاده، لطفاً یه توضیح هم بدین درباره این آرایی که قرار بازشماری بشن. اشکال این آرا چیه، این 300 هزار رای؟ چند موردی که در انتخابات ریاست جمهوری شش میزان افغانستان مطرح بود، یکی از اون مواردی بود که آرا دارای مشخصات بایومتریکی باشه و از نظر قانون انتخابات افغانستان در زمان معین، یعنی همون روز انتخابات که ساعت 7 الا ساعت 3 و اگر در قطار افراد باقی میمونن بر رای دادن چون حقشان تلف نشه، دو ساعتی پروسه تمدید شد که تا ساعت 5 عصر بود. آرای خلاف زمان در این 300 هزار وجود داره عملا و همچنان آرایی که مشخصات بایومتریکی نداشته. حال کمیسیون دلایل را که در روز ارائه معلومات برای تیکت‌های انتخاباتی و سازمان ملل و نماینده‌های کشورها و همچنان نهادهای ناظر ملی و بین المللی به ویژه تیفا اونجا حضور داشت ارائه کرد، این نمیشه بر مبنای قانون انتخابات افغانستان باشه. این معاذیر نمیتونه پاسخگو باشه برای که آرایی که خلاف قانون انتخابات است اونا را در پروسه بازشماری بگنجانن و او را به نوع اعتبار بدن. ممنونم از شما محمد زبر حبیب‌زاده از کابل با ما. وزارت بهداشت ایران میگوید در تعدادی کیک خوراکی در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرص‌های مشکوک پیدا کرده. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که این قرص‌ها روانگردان و مخدر نیستند و پس از تولید داخل کیک‌ها جاسازی شدند. او گفته قرص‌ها در محصولات بیش از 10 شرکت کشف شدند. بعضی از کیک‌ها در بوفه مدارس توزیع شده بودند. همکارم سیامک محیزاده اینجا برای بررسی بیشتر این موضوع با ماست. سیامک، اگه میشه توضیح بده که جریان چیه، ماجرا از کجا شروع شد؟ حدود 4 روز پیش ما یه ویدیو دریافت کردیم، یعنی یه ویدیو به دستمون رسید که نشون میداد یکی از محصولات داخلی ایران که یه کیک بود، بسته‌بندیش باز شده و لای کیک دو تا قرص هست که روی ویدیو توضیح داده میشد که این قرص ترامادول هست که ترامادول برای بیشتر ترک اعتیاد استفاده میشه. اما لحظه باز شدن بسته‌بندی رو ما تو این ویدیو نمیدیدیم، فقط یه چیزی که بود که باز شده بود. من اون 4 روز پیش که این ویدیو رسید، من بازتابی توی رسانه‌های داخلی ندیدم. از دیروز داره ویدیوها و عکس‌های بیشتری منتشر میشه، به خصوص از دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، همونجوری که مقامات ایران هم گفتن، وزارت بهداشت ایران، آموزش پرورش، و دقیقاً از دیروز رسانه‌های داخلی مثل خبرگزاری تسنیم، ایسنا، گزارش‌های از این اتفاق تهیه کردن. اتفاقاتی که داره میفته بیشتر در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان همونجوری که گفتی داره مطرح میشه. در یه ویدیویی که امروز منتشر شده که مربوط به یکی از مدارس در جنوب ایران به نظر میرسه باشه، یکی از مسئولین مدارس یک کیک که باز شده و دو تا قرص لاشه داره به دانش آموزا نشون میده و براشون توضیح میده چه خطراتی ممکنه داشته باشه، در واقع داره آگاهشون میکنه و ازشون میخواد این کیک‌ها رو خریداری نکنن. طی گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی داشتن در هرمزگان
در واقع روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرده که بیش از 30 نوع قرص و کپسول مختلف در محصولات 12 تا شرکت غذایی ایران توی منطقه به صورت باز بهشون گزارش شده. یعنی اونها هم تاکید میکنن که همه مستنداتی که ما داریم مال بعد از اینه که بسته بندی باز شده و ما ندیدیم که در محصول بسته بندی شده چیزی مشاهده بشه. ولی معلوم نیست که این قرصا چی هست. نه هنوز مشخص نیست. البته گفته میشه استومنوفن، راینیتیدین، نمیدونم از این چیزا که، ولی خب اینجوری که مقام ها میگن فرستاده شده برای آزمایش. در هرمزگان ظاهرا مسئولین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از این 12 شرکت مواد غذایی به طور نمونه های بسته های 100 تایی رو آزمایش کردن و توشون هیچ مورد مشکوک اینجوری که میگن گزارش نشده. سخنگوی سلامت غذا و دارو ادعا میکنه میگن که این بیشتر یک شایعه است و قبل بخواد به جای اینکه مسئله سلامت تغذیه‌ای و غذایی باشه مسئله امنیتیه و بیشتر مربوط میشه به پلیس فتا و در واقع توی فضای مجازی داره شایع میشه. مقام‌های وزارت آموزش پرورش هم در مورد اینکه ابلاغیه‌ای دادن مبنی بر اینکه محصولات در مدارس توزیع نشه و توسط بوفه‌های مدارس توزیع شده این هر دو رو تکذیب کردن. ممنونم ازت سیاوش محیط‌زاده همکارم در استودیو با ما. نماینده بلژیک در اتحادیه اروپا خواهان افزایش فشار بر حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر شده. او گفته که در تلاش است که جلسه اضطراری در پایان پارلمان اروپا ترتیب دهد تا اقدامات تنبیهی علیه مقام‌های ایران به رأی گذاشته شود. این نشست در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل بوده و او در آنجا صحبت می‌کرده. برای بحث درباره وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم در این نشست صحبت شده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم در این نشست از آنچه مدارای بیش از حد اروپا با دیکتاتورها خوانده انتقاد کرد و خواهان اقدام عملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در ایران شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. امروز در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل گروهی از ایرانیان جمع شدند. نمایندگانی از اقلیت‌های قومی از کرد و بلوچ و آذری گرفته تا عرب و ترکمن و البته گروهی از سیاستمداران اروپایی و فعالان حقوق بشر. هدف افزایش آگاهی درباره نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و همینطور درخواست از اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر مقام‌های ایرانی به خاطر نقض حقوق بشر. ژیار قاسمی یکی از کردهای ایران است که برای شرکت در این مراسم به بروکسل آمده. به من از داستان زندگیش میگوید، اینکه 10 سال پیش مجبور شد به خاطر فعالیت‌های سیاسی از ایران فرار کند. مشکل ناامنی کردستان که خود جمهوری اسلامی باعث این وضعیت شده، به فرض مثال آتش زدن جنگل ها و مین هایی که الان تو مناطق کردستان هستن، کشتار کولبران و اینها کلن مسائلی هستن که ما به اونها معترض بودیم. اما فشار و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی چیز جدیدی نیست و دهه هاست که ادامه دارد. از سازمان دهندگان این مراسم پرسیدم چرا حالا تصمیم به برگزاری این کنفرانس گرفتند. Do you think it was important now to hold this gathering here? Since 2017 we have observed از سال 2017 ما شاهد افزایش سطح فشار و سرکوب و تبعیض اقلیت‌ها بوده ایم. بر اساس گزارش ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین اطلاعات خود ما، مثلا در سال 2016 122 غیرنظامی کرد کولبر به صورت فراقانونی کشته شدند، اما این رقم در سال 2018 به 225 نفر رسید. در نارامی‌های اخیر در ایران، شهرهایی که بیشتر جمعیتشان از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، شاهد گسترده‌ترین اعتراض‌ها بودند و سرکوب معترضان هم به نظر می‌رسد در شهرهایی مثل ماهشهر در استان خوزستان و همینطور در مناطق کردنشین شدیدتر بوده. عفو بین‌الملل در آخرین گزارشش می‌گوید بیش از 200 نفر در اعتراض‌های اخیر کشته شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از مقام‌های اروپایی خواست در مقابل چنین وضعیتی سکوت نکنند. من تعجب می‌کنم اروپا 20 سالی که در کنار ایران ایستاده و حالا خواهش ما این است که در اعتراض به کشتار آبان ماه مردم سفرای اروپایی رو از ایران فرا بخوانید.
حاکمیت در ایران که چنین اتهاماتی را رد می‌کند، همواره درخواست‌های نهادهای حقوق بشری را برای رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها نادیده گرفته. سوال این است که این نهادها چگونه می‌خواهند این شرایط را تغییر دهند؟ من در تلاشم وضعیت ایران به صورت کامل در اتحادیه اروپا بررسی بشه. مسئله اقلیت‌ها و کشتن معترضان و فشار بر مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو در رابطه با ایران بیشتر کنیم. وقتی پای روابط ایران و اتحادیه اروپا وسط میاد، نباید مثل الان شرایط عادی در نظر گرفته بشه. فشارها بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران باعث شده بسیاری از آنها مجبور شوند ایران را ترک کنند، اما خیلی هایشان همچنان برای آگاهی بخشیدن به آنچه بر هموطنانشان می‌گذرد تلاش می‌کنند، با این امید که آینده برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به تیرگی امروز نباشد. باران عباسی، بی بی سی، بروکسل. سری بزنیم به آفریقای جنوبی و یک اختراع کارآمد. ماجرای کسی که پدر و مادرش ناشنوا هستند و در تمام طول دوران کودکیش برای برقراری با آنها مشکل داشته. او حالا دستکشی اختراع کرده که زبان اشاره را به صدا تبدیل می‌کند. داستان این اختراع رو از زبان خودش بشنویم. اسمم نتشی ذاتیه. 26 سالمه. میخوام به جامعه بی صداها صدا بدم. تو خانواده بزرگ شدم که پدر و مادرم هر دو ناشنوا هستند. همیشه از این ناراحت بودم و میگفتم چطور میشه نحوه ارتباطم با پدر و مادرم رو تغییر بدم. بعد سیستمی طراحی کردم که برقراری ارتباط بین من و پدر و مادرم رو راحت میکنه. اسمش رو ارتباط دستکشی گذاشتم. این واحد صداست که محل اصلی ارتباطه و اینها هم حسگرهایی هستن که ارتباط رو برقرار میکنند. زندگی با ناشنواها کار راحتی نیست. با چالش‌های زیادی روبرو هستین، چون نمی‌دونین که چطور و از چه طریقی باهاشون ارتباط برقرار کنین. چالش‌های زیادی در محیط‌های کار هست. ناشنواها به سختی استخدام میشن و برای رفتن به محیط‌های آموزشی مشکل دارن. من می‌خواستم که ناشنواها فقط با پوشیدن یه دستکش استقلال داشته باشن. این دستکش زبان اشاره رو به صدا تبدیل میکنه. به جای اینکه از مترجم استفاده کنن، فقط کافیه که این دستکش رو دستشون کنن تا زبان اشاره به صدا تبدیل بشه. از طریق یه اپلیکیشنی که ناشنوا داره میتونه صدای شما رو به زبان اشاره آفریقای جنوبی تبدیل کنه. ما میتونیم راههایی رو برای ارتباط ناشنواها در محیط‌های آموزشی و کاری ایجاد کنیم. بیشتر شرکت‌ها ناشنواها رو استخدام نمی‌کنن، چون سیستمی ندارن که اونها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. این دستکش بهشون استقلال و اعتماد به نفس میده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.